خب در رابطه با الکترو آنسفالوگرام میخواییم ببینیم الکترو آنسفالوگرام چی هستش و کجاها مورد استفاده ما قرار میگیره. الکترو آنسفالوگرام یا همون نوار مغزی بهش میگن، میاد چی کار میکنه؟ میاد فعالیت های الکتریکی مغز رو ثبت میکنه. این تکنیک شامل اخذ سیگنال ها توسط الکترودهای سطحی و بهبود سیگنال ها و چاپ اونها روی یک کاغذ هستش. بعد پزشک متخصص اون رو آنالیز میکنه و از روی اون مشکلات مربوط به مغز رو متوجه میشه. به این الکترو آنسفالوگرام میگن. الکترو آنسفالوگرام همون به زبان عامیانه نوار مغز بهش میگن، آزمایشیه که سیگنال های الکتریکی مغز رو ثبت میکنه. الکترودها یا سیگنال هایی که روی پوست قرار میگیرن، این الکترودهایی هستش که روی پوست سر قرار میگیره، همونطور که مشاهده میکنین روی پوست سر این به شکل یک کلاه قرار میگیره و اینجا هم یه سری الکترود هستش که روی پوست سر قرار میگیره. این الکترودها چی کار میکنه؟ میاد اینها میان سیگنال ها رو شناسایی میکنن و اونا رو روی یک دستگاه چاپگر که فعالیت ها رو ثبت میکنه اون رو ارسال میکنن. الکترودها امواج الکتریکی مغز رو تجزیه تحلیل میکنن و سیگنال رو به کامپیوتر میفرستن و نتایج رو اونجا ثبت میکنن. امواج الکتریکی تو دستگاه ثبت EEG یا همون الکترو آنسفالوگرام مثل خطوط موجی هستش با قله ها و دره های مخصوص خودش، مثل شکلی که میخوام الان نشون بدم. اینها خطوط موجی هستن با قله ها و دره ها. خطوط موجی با قله ها و دره ها. این خطوط اجازه میده تا پزشکا به سرعت بتونن الگوی غیر طبیعی احتمالی موجود رو ارزیابی کنن و هر گونه بی‌نظمی رو اینجا شناسایی کنن. مثلا این بی‌نظمی ها نشون دهنده یک تشنج یه جاییه یا یک اختلال یه جاییه، همونطور که تو شکل می‌بینیم این الگوها مثلا منظمه ولی اینجا غیر منظم هستش. اینجاها این امکان رو پزشک پیدا می‌کنه تا بتونه از روی این خطوطی که اینجا نامنظم هستش مشکلات رو شناسایی کنه. الکترو آنسفالوگرام الکتریسیته تولید شده توسط مغز رو اندازه میگیره. افکار و احساسات ما رو نمیتونه اندازه بگیره و هیچ گونه الکتریسیته ای رو به مغزمون ارسال نمیکنه. اغلب این دستگاه ها برای تعیین نوع و منشأ تشنج استفاده میشه. پس اغلب از این دستگاه ها واسه تعیین نوع و منشأ تشنج استفاده میشه. به عنوان مثال اگه بیماری اختلال تشنج داشته باشه، الکترو آنسفالوگرام میتونه فعالیت غیر طبیعی تو مغز رو تشخیص بده و منشأش رو مشخص کنه. به علاوه میتونه تشنج های متمرکز یا غیر متمرکز رو نشون میده و کمک به تشخیص و تعیین محل آسیب مغزی میکنه. همینطور کمک میکنه که مطالعاتی در رابطه با سر آدم ها داشته باشن و یا اینکه کمک به تشخیص اختلالات روانی میکنه. احساسات رو همونطور که گفتم اندازه‌گیری و مشخص نمیکنه، ولی خب به هر حال احساسات روانی رو میتونه مشخص بکنه. و مثلا کسی که دچار آسیب مغزی شده باشه، سکته کرده باشه یا تومور مغزی داشته باشه، امواج غیر طبیعی رو این دستگاه میتونه شناسایی کنه و توی شرایط دیگه مثل سردرد، سرگیجه، مشکلات مربوط به خواب، اینا هم باعث میشه که الگوهای مغز غیر طبیعی باشه و این الگوهای غیر طبیعی رو هم ما میتونیم اینجا مورد مطالعه قرار بدیم. و نکاتی که بایستی قبل از انجام این آزمون مورد توجهمون قرار بگیره اینه که
حتما شب قبل از آزمایش موهای خودتون رو بشورین، از ژل یا حالت دهنده مو استفاده نکنین و انجام آزمون الکترو آنسفالوگرام هنگامی که آزمایش شروع میشه این الکترودها و سیگنال های الکتریکی رو روی سر قرار میدن، بایستی در نهایت آرامش باشیم، استرس نداشته باشیم و تکنسیان شخصی که داره این آزمایش رو انجام میگیره ممکنه که به ما مثلا بگی که یه سری حرکات رو اجرا کنیم. مثلا ممکنه از ما بخواد که در همون حالتی که دراز کشیدیم چشامون رو ببندیم یا نفس عمیق بکشیم یا به یه تصویر متحرک نگاه کنیم. این کارا باعث تغییر در الگوهای موج مغزی میشن، و بعد از اینکه آزمایش تموم شد تکنسیان الکترودا رو از رو سرمون بر میداره و سر رو شستشو میده و ممکنه که وقتی که برگشتین خونه برای تمیز کردن ژلی که برای اینکه این الکترودها به سر وصل بشه، اون ژلی که زدن اون هنوز نرفته برای اینکه تمیز بشه، مجبور بشیم از آسیتون یا همون لاکپاکون استفاده کنیم. و نکته قابل توجه این هستش که اگه ثبت الکترو آنسفالوگرام رو تو شب انجام داده باشیم نبایستی رانندگی کنیم، بایستی از کسی بخوایم که ما رو تا خونه برسونه. و یه نکته دیگه این که در طول آزمایش الکتریسیته خیلی کمی بین الکترودها و پوست ما در جریان هستش، بنابراین یک مقداری احساس ناراحتی میتونه طبیعی باشه.